سلام و وقت بخیر بر همه شما بیننده های عزیز برنامه درمان. امیدوار هستم که همتان ساعت کامل داشته باشین و این هفته را به خوبی و خوشی تمام کرده باشین. با یکی دیگر از برنامه های درمان خوش آمدین. در ابتدا خوب است که به مطالب این هفته بپردازیم. آنچه در این برنامه خواهید دید: چرا دندان ها تغییر رنگ می دهند؟ زردی به منگ تبدیل میشه وقتی منگ دندان ها پیدا شد، تکلیفات به مزمن تبدیل میشه، اینمی اساس است مریض بر تکلیف های وخیم دچار میشن. چه زمان مفاصل درد پیدا میکند؟ دردهای مفاصل و شخی مفاصل است که خصوصا در فصل سرما زیاد میشه. شریان های قلب چگونه بند میشوند؟ زمانی که رگ به شکل مکمل بسته شد، حال شما میبینین که خون دیگه از این عبور نمیکنه. در بخش صحت روان، خیابان آزاری. اشخاص که خیابان آزاری میکنه، اینا دچار یک مشکل روانی هستند. تعداد زیاد از مردم ما به خاطر تغییر رنگ دندانشان شکایت دارند. اینکه دندان ها چرا تغییر رنگ میتن و به خاطر رفع این مشکل چیراهایی وجود دارن در این بخش برنامه با هم میبینیم. تغییر رنگ به دوی سه تقسیم میکنیم، یا به حساب دنتال دسکالریشن میگن. به دوی سه، یکی سیش مربوط به جنیتیک میباشه، یکی سیش مربوط به فیزیکال انوارمنت میگن که در محیط ما دچار میباشیم. و در محیط ما زیادتر اشخاصی که از نوشابات گازدار و نوشابات تغییر رنگ دارن یا رنگ های مصنوعی استفاده میکنن، همیشه کسای سموکینگ میکنن یا کسای درینک الکلی میکنن، یا اشخاصی که سرکار از مواد مخدر دارن، یا اشخاص زیادتر دندانشان دسکالریشن میشه یا تغییر رنگ میده، رنگ دندانشان زرد میباشه، با مرور زمان زردی به منگ تبدیل میشه. وقتی منگ دندان پیدا شده، تکلیفات به مزمن تبدیل میشه، اینمی اساس است مریض بر تکلیف های وخیم دچار میشن. و تکلیف های جنیتیکی بعض مادرها در زمان بارداری دو زمان از انتیبیوتیک های بسیار قوی استفاده میکنن، دکتر انتیبیوتیک میتن، از مادرها پرسان هم میکنن در حالت بارداری یا در حالت پرگنینسی، و بعض تابلت ها است به خصوص دوساسکلین تتراسکلین انتیبیوتیک ها بسیار رول داره، یا بعضی که بعض خانمایی هستند در زمان بارداری به تکلیف های سرطان روبرو هستند، در حالت کیموتراپی بهشان میتن یا شوا میگیرن. او اشخاص ها وقت طفل به دنیا میان وایس دسکالریشن یا تغییر رنگ یا مینای دندانشان یا به طور عمومی تکلیف جنیتیکیشان مکمل از بین میره. و به اساس گفته میتونیم تغییر رنگ یک پرابلم کلی است، همه جامعه را در دسترس خود قرار داده و یک مشکل های فوق العاده زیاد است و واقعی از هم به مرور زمان به نظر به اسکلینگ است، به نظر به وایتینگ است، نظر به افز سهج و فدان است، نظر به دکتر است، دکتر به چی نوع طریقه و چی نوع نویت کار پیش میبرند. این یک سوال عمده، یک سوال رسمی است. پیش از وقت ما با والای مدی تصمیم ما رو بگیریم، یا پیش از اون ما باید کلینیکال ازامینیشن یا ریکارد هیستوری مریض رو جور میکنیم، یا تاریخچه مریض رو میگیریم، مریض آیا سرکار چی از شغلی هزی چی از وظیفی هزی چی از مربوط به کنام وظایف میکنه، آیا مواد مخدر یا به شکل سموکینگ یا سگریت یا نسوار یا چیز را عمل داره. وقتی تاریخچه مریض مکمل کردیم، بعد اقدام میکنیم. پیش از اقدام اسکلینگ یا سفیدی دندان یا دندانشان سوسو شود، باید ما پریمدیکیشن کنیم. پریمدیکیشن به معنای است پیش از وقت دوام میتیم منگای دندانشان و یا رنگ دندانشان تغییر رنگ کنه و طور کل مینای دندانشان به حساب اون منگای در اطراف دندان یا جدارای دندان گرفته شده در قسمت سرویکال میباشد و نام سرویکال کالکولاس میگن، و منگا نرم شود. بعدن با مدت 2 الی 3 روز بعد دوباره مریض وقت میتیم، باز من شوشو یا اسکلینگ یا اسکلینگ با 2 تقسیم میکنیم، یکی به نام لیزر اسکلینگ میگن، یکی به نام هارت اسکلینگ میگن. توسط ماشینای دسترس ما امروز با در افغانستان است استفاده کنیم تا به طور کل تغییرش از بین میبره. در قدم اول باید ما از انتیبیوتیک های خسرانه استفاده نکنیم. زمانی که مادر بارداری در زمان بارداری از زمان پرگنینسی هیچ نوع انتیبیوتیک های استفاده نشه. حق در صورت که انتیبیوتیک های استفاده میشن، با یک فیزیشن یک دکتر داخله باید مشوره شوند، متخصص باشند و تحت نظر از او گرفته شود و باید انتیبیوتیک داده شود. و در قدم دوم باید دندانه ما طرف سو بشه و دندانه ما شستشو شود. در قدم سوم باید ما یک دنتال هایجین و یک دنتال اورال هایجین بسیار خوبی داشته باشیم، یعنی دندانه ما را از طرف سو به طرف شب با توسط تار
فلور یا دنتال فلوس صفا شود و از مشابهات گازدار در تغییر رنگ های مصنوعی دارد باید خودداری شود و از آنتی بیوتیک های بالای مینای دندان ما بخصوص تتراسکلین تاثیر بد دارند آن باید خودداری کنیم. چه میتونیم این تدابیر به دو حصه تقسیم کنیم و یک حصه ازی مربوط به ایموپاتیک میشه یعنی مربوط به دوای خانگی و یکیش به نام درکس میباشه مربوط دکتر میباشد و کسای ایموپاتیک استفاده میکنن در خانه از اگر پوست لیمو استفاده میکنن اگر از به حساب فارسی ما شما دندسه میگه مردم پشتو زبانه ما شما از استفاده میکنن یک گپ خوبی از این چیزا میتونن وارای دندانا و تغییر رنگشان رو مثبت کنه چرا در ترکیب خود لیمو اسید میباشد و چیز اسید داشته باشن طبعا با دندان و مینای دندان سیقل میته یا پاک میکنن اگر از این چیزا استفاده شود کنه موارد جانبی ندارن و اگر کسی خسرانه از بعد دوای کیمیکال استفاده میکنن او یک اثر بد داره باعث میشه مینای دندان به طور کل از بین ببرن و تا تخریب میباشه مثلا در تیزابای دست استرس دارن مثلا بعض اشخاص دیدین شما امرای از سیتون دندان خودش پاک میکنن بعض مشکلات روزمره میباشه حتی بعض اشخاص دیدین امرای سوزن میخواین دندان خودش پاک کنن امرای چیزای نکته است و این چیزهای از مینای دندان و طور کل دمیج یا از بین میبرن و باید از این تدابیر خودداری شون اگر در خانه پوست لیمو باشه و با خصوص میتونیم امروز صبح یک ریسرچ نو شده میتونیم با پوست کیله از طریق داخلی با شکل 5 الی 6 دقیقه ماساژ بتیم دندانه ما را به طور کل اگر روی مینای دندانه ما سافت باشه یا رمیوکالکولاسیون سخت نباشن میتونن از بین ببره و ان شاء الله تکلیفشان به طور کل از بین میرن ان شاء الله کنم مشکل خاصی نمی داشته باشه. دردای مفاصل و از شخی مفاصل است که خصوصا در فصل سرما زیاد میشه. آفتاب سبب جذب ویتامین دی میشه، ویتامین دی سبب جذب کلسیم در بدن میشه که در حقیقت دوباره قوی میسازه امو استخوانش. با نزدیک شدن فصل سرما اکثرا مریضان شکایت میکنن از اینکه جان درد میشن یا هم بعضن دست درد میشن و اکثر کسایی که شکایت دارن سنشون بالا هست. ای که علت دست دردی و پای دردی چی هست و چی راههای به خاطر درمانش وجود داره در این بخش برنامه از دکتر صحبت میشنوید. درد اصلا یک عرض است، مرض نیست و خود درد با وجود از اینکه بعض اوقات طاقت فرسا میشه و مشکلات زیاد در پیش مریض ایجاد میکنه، اما یک عرض نشان دهنده است برای ما که به تشخیص امراض مزمن دیگه که پیدا میشده باشه کمک میکنه. پس درد یک عرض است و خصوصا زمانی که هوا سرد میشه همین شکایات مریضا که ناشی از درد مفاصل و درد عضلاتی درد استخوانی است پیدا میشه و زیاد میشه شکایتشان. و در کل درد میتونه حاد باشه یا مزمن باشه. دردای حاد امو دردایی است که شدید میباشه و دفعتن پیدا میشه و کمتر از دو هفته میشده باشه که در پیش مریضا پیدا میشه. این دردای حاد است. دردای مزمن باز امو دردایی است که به صورت متداوم موجود میباشه و هر وقت موجود میباشه و شکل آنی شروعش آنی نمیباشه و همچنان مریضا از چیز دیگه که شکایت دارن از دردای مفاصل و از شخی مفاصل است که خصوصا در فصل سرما زیاد میشه و یکی از علتهای مهم از این که دردا در هوای سرد پیدا میشه و زیاد میشه دلیلش بعض کانسترکشن ما میگیم یا تقبض وعایی یا یک اسکمی نسبی در ساحه با وجود میه یک احتقان نسبی در ساحه با وجود میه چی سایه عضلاتی باشه چی مفاصل باشه و چی عظمی باشه با وجود میه و خود اینمی اسکمی موضوعی سبب ایجاد درد در پیش مریضا میشه. همچنان چیزی که درد مزمن معمولا کسایی که سنشان بلند است شکایت دارن و در پیش از و انساج تحت الجلدی یا شهمیات بدن به صورت عموم کم میشه. وقتی که شهمیات کم شوه چون شهمیات خودش سبب حفظ حرارت میشه در بدن و ای که نباشد سبب زیای حرارت از بدن میشه و بالاخره سبب باز کانسترکشن یا می تقبض وایی میشه و بالاخره درد به وجود میه. یک گپ دیگر میخوایم بگویم که می دردا که به صورت حاد یا مزمن میباشه و از بابش هم قسم مختلف است. مثلا یک کسی که جوان است و ترزیز میدیده باشه او زمستان تابستان نداره
درد پیش از اونها پیدا میشه، چون حادثه از یک حادثه تروماست، یک حادثه جدید است و برای خاطر از اینکه او جلوگیری شوه و دوباره یعنی جور شوه مریض، باید تمام توصیه را که دکتر برش میکنه که غیر متحرک ساختن طرف از دوایی را که برش توصیه میکنه واره بگیره و بچی مدت زمان را که دکتر برش میگه که حرکت نه طرف باید امو کار بکنه و برعکس در پیش یک کسی که سنش بلند است و مصاب درد میباشه و همیشه درد میداشته باشه و ضرورت دارن که طرف خود مرد طرفی که دردناک است گرم نگاه کنن، خصوصا مفاصل، چون مفاصل انساج رخوام کم است، با حرارت نگاه کردن نمیتونه، به او خاطر زودتر درد پیش از او ایجاد میشه و همچنان ادویجات را که برایشان توصیه میشه به خاطر درد اونا را بگیره و اگر بتونن ورزش بکنن، ورزش خودش سبب جریان خون تسریع میسازد در ساحاتی که دردناک است و در پیش کسایی که درد مزمن وجود داره یک پاس ورزش کنن، اون طرف قوی میشه عضلاتشان، جریان خون نرمال میشه، درست میشه، از ایسکیمیا جلوگیری میشه، در مساحه بالاخره دردشان کم میشه. هیچ نوع رژیم غذایی خاص توصیه نشده که اینی غذا رو بخورن درد نمیداشته باشن و اینی غذا رو نخورن درد نداشته باشن. دیگر رژیم غذاییشان معمولا رژیم غذایی زمستانی مردم ما گرم می باشن، غذای گرم می خورن، چربی می خورن، اگه پا کوشش کنن که امیا را نخورن که خود از امیا سبب رسوب در جدار امو ورید یا شیریان می شه، بالاخره سبب ایجاد دردهای عام شده می تانه. کوشش کنن میوه‌جات زیاد بخورن، به دلیل از اینکه ویتامین سی داره، خود ویتامین سی هم دیوار خود شیریان ها را قوی می سازه، نرمال نگاه میکنه و تونستیتی شان را نگاه میکنه نرمال، به او خاطر برشان خوب است و لباس گرم پوشند در زمستان به خاطر از اینکه شحمیات بدنشان کم می باشه، خصوصا کسایی که سنشان بلند رفته و حرارت زود ضایع میکنه، حرارت نگاه کردن هم میتونه و خود همی گرم نگاه کردنشان سبب از این میشه که جلوگیری از این درد ها بکنه. اصلا خود امی دردا میتونه شامل دردای عضلاتی باشد، دردای استخوانی باشد، دردای لیگامنتا باشد، دردای ایامیربتا، دردای خود وتر میشه باشد، یعنی تمام ساختمانایی که در اطراف یک مفصل است یا ساختمانای عضلاتی است، یعنی هر کدام یعنی میتونه سبب ایجاد درد در پیش مریض شود و کسایی که میگن من روغن چرب میکنم در زیر افتاو میباشم، یکی از سببایی که تو دردای مزمن در پیش کسایی که سنشان بلند است به وجود میاره کمبود ویتامین دی است. خود آفتاب سبب جذب ویتامین دی میشه، ویتامین دی سبب جذب کلسیم در بدن میشه که در حقیقت دوباره قوی میسازه امو استخوانشه امو که از دردا در پیشون جلوگیری شوه. پس این کارشون که چرب میکنن دست و پایشون رو بازده سی رفته هم میشن، گپ خوب است، ما این گپ رو توصیه میکنیم. زمانی که رگ به شکل مکمل بسته شد، حال شما میبینین که خون دیگه از عبور نمیکنه. اشخاص که خیابان آزاری میکنه اینا دوچار یک مشکل روانی هستن. اکثر ما در مورد بند شدن والها و شریان های قلب بیشتر شنیدیم. ای که بند شدن و بسته شدن شریان های قلب چگونه صورت میگیره در این بخش برنامه با هم میبینیم. کسی که دوستان همه میدانن در ابتدا این یک ساختمان نرمال رگای بدن ما است، رگای خون است که از سه طبقه تشکیل شده و طبقه داخلی از بسیار یک طبقه لشم است و در اینجا شو قسمی که همه دوستان میبینن برجستگی وجود نداره و این رگ با می ساختمان خود میتونه مقدار کافی خون برای اعضای مختلف بدن ما خصوصا قلب برسانه. به این خاطر هر قدر که قلب زیاد کار کنه مقدار بیشتر خون این رگ میتونه، چون نرمال است، میتونه برش برسانه. با پیشرفت سن و در صورت موجودیت فاکتورهای خطر مثلا چاقی، سن بلند، جنس مرد، موجودیت زمینه مساعد جنتیک، سیگریت، بلندسوی بلند بودن کولسترول، کثافت هوا، عدم فعالیت فیزیکی، اینا همش و انتانات یا میکروبایی که در اطراف بیره ها وجود دارن، اینا سبب از این میشن تا طبقه داخلی خود رگ به نام طبقه انتماع یاد میشه آسیب ببینه و کولسترولی که در داخل خون است ایدیجه رسوب کنه. زمانی که رسوب کرد ساختمان زرد رنگی که شما اینجا میبینین، این در حقیقت رسوب چربی خون به داخل رگ ها است که به این ترتیب نشان میده که
این پروسه شروع شد، شروع پروسه بند شدن رگای خون آغاز گردید. هرگاه این پروسه یا می فاکتورهای خطر از بین بره، مریض دوباره همه چیز برگشت میکنه. اگر از بین نره، مرحله بعدی یا مرحله پیشرفته ازی فرا میرسه که در این مرحله شما میبینین که امی طبقه زردرنگ ما به نام پلاک یاد میکنیم. این به نام پلاک است که مانند منگی که در جدار نلای آب ایجاد میشه تقریبا مشابه به مو است. این پلاک در اینجا جمع میشه و قطر داخل رگ کوچک میسازه که متناسب به کوچک شدن قطر رگ مقدار خونی را که باید بر قلب برسانه کاهش پیدا میکنه و در نتیجه همین مقدار خونی که کاهش پیدا کرد ظرفیت کاری قلب پایین میاد و شخص دیگه نمیتونه فعالیت های فیزیکی که سابق انجام میداد حالا انجام بده و ببین ایره به نام اسکیمی قلبی یاد میکنن که یک یوم یک پروسه قابل تداوی و قابل برگشت است. بالاخره مرحله بحرانی و مرحله نهایی از این پروسه قسم فرا میرسه که هرگاه فاکتورهای خطر تداوی نشوه و مریض به خود توجه نکنه و عادت غذایی خود مراعات نکنه، در نتیجه سبب میشه که پلاک بسیار بزرگ شوه و قسمی که قبلا هم گفتم این پلاک از شامیات ساخته شده، بسیار شکننده است و با بلند بودن فشار خون در صورت موجودیت کدام استرس یا تشویش بسیار شدید که سبب یک ماده به نام کاتکولامین از دوران خون بلند میره و در نتیجه جریان خون تیز میسازه که سبب پاره شدن امی پلاک میشه و عوامل مختلف عوامل دیگه هم وجود داره که سبب از این میشه تا امی پلاک یا امی طبقه شامی پاره شود. زمانی که این پاره شد باعث میشه که سیستم دفاعی بدن ما، سیستم انحقادی بدن ما شما که مسئول جلوگیری از خونریزی است در ساحه حاضر شوند، در ابتدا پلاتلت‌ها و بعد از اون سایر خود مواد که به خاطر جلوگیری از خونریزی در خون وجود داره در ساحه تجمع کنند و رگ به شکل مکمل بسته کنند. زمانی که رگ به شکل مکمل بسته شد حال شما میبینین که خون دیگه از عبور نمیکنه، قلب خون ضرورت داره، خون برش نمیرسه، تا 3 ساعت میتونه به شکل انایروبیک یا به شکلی که از ذخایر داخلی خود استفاده بکنه و خود زنده نگه داره، اما درد وجود داره در اون مرحله. خب تا 3 ساعت اگر نشد بالاخره عجلات قلبی شروع میکنن به مردن و عجلات قلبی میمونه و به شکل غیر قابل برگشت تخریب میشه و ظرفیت که در این صورت یا مریض فوت میکنه و یا اینکه اگر ساحه بسیار وسیع باشه سبب فوت مریض میشه، اگر ساحه کوچک باشه سبب کم شدن شدید وظایف خود قلب میشه. بعضن جوانان را دیدیم که به آزار و اذیت دختران میپردازن و به این نوع خیابان آزاری میکنن. ای که خیابان آزاری در اصل چی هست و منشأ و عاملش چی هست در این بخش برنامه بیشتر از دکتر صاحب میشنویم. خیابان آزاری و فقر جنسی چه ارتباط داره؟ زمانی که یک مثلا یک پسر یا دختر مثلا میاد در سرک و یک پسر میاد دختر را آزار میده، این رابطش با فقر جنسی چی است؟ رابطه از این خیلی رابطه مستقیم داره. زمانی که ما یک پسر نمیتونه نکاح کنه، مثلا مو نیازی که داره، نیاز جنسی که داره اون نمیتونه ارضا کنه و میاد در سرک، امون مشکل روانی که وجود داره. اشخاص که خیابان آزاری میکنه اینا دوچار یک مشکل روانی هستن که میخوان بعضی وقتا بدون از این که یک گپ میزنه حتی بعضی وقتا میخوان ضرر برسانن به طرف مقابل. زمان که یا دوچار فقر جنسی شدن میان در سرک و خانوما را آزار میدن، دخترها را آزار میدن و این فکر نمیکنن که اگر شما خانوم کسی را آزار میدین و دختر کسی را آزار میدین شما دوچار مشکلات خیلی زیاد میشین، بدون از این که مثلا اگر امو خانوم با شوهر خود باشه، با برادر خود باشه، چقدر در شما مشکل خلق میشه و حتما جنگ، درگیر جنگ میشین و پلیس میایه و شما رو شاید ببره، باعث جنایات میشه و شما میرین و مثلا خیلی برتون مشکل ایجاد میشه. یکی از راه های الازی است که ما بتانیم امون مثلا ارزان بسازیم نکاره. بعض خانواده ها از وقت خواستگاری میای پشت دخترش لیست بر امو پسر قطار میکنه که به دهی اوتل، اوتل 5 ستاره، اوتل 6 ستاره، شوخینه و عروسی، تمامی حرفا را میزنن برای طرف مقابل. امی باعث میشه که در جامعه ما زمانی که نکاح قیمت بالا میره
فحشا زیاد میشه. فحشا که زیاد شد ما همین مشکلات خیابان آزاری داریم، یکی دیگر آزار میتن و کسایی که همین کارا میکنن اونا خودشان مشکل روانی هستن. چرا هستن؟ به خاطر که نکاح نکردن و همین فقر جنسی خود ارضا نکردن. اینا فقیر جنسی هستن. تشکر میکنم از یک و یک شما بیننده های عزیز برنامه درمان. امیدوار هستم که برنامه امشب ما مورد پسند و علاقه همه شما قرار گرفته باشه. هفته آینده پنجشنبه شب باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. شما هم میتونید که سر بزنید به صفحه فیسبوک برنامه درمان، صفحه ما را لایک بکنید و برنامه های ما را از طریق یوتیوب بیننده باشین. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار همه شما.